سلام بچه ها، چطورین؟ خب امروز تصمیم گرفتم که این ویدئو رو ضبط کنم و خب امروز آخرین جلسه تمرین من بود اصفهان و فردا باید برم تهران، پس برنامه انتخابی داریم و اردو بازی‌های آسیایی شروع میشه و اینکه گفتم این ویدئو رو بگیرم یکم راجع به این یک سال و خورده‌ای حدودن که تمرین کردم صحبت کنم. خب اولش من یک سال و نیم پیش حدودن پارکورم رو دوباره شروع کردم، تمرینای آکروباتمو و خب مرتب میرفتم تمرینامو، ولی خیلی بی‌انگیزه بودم برای تمرینای تکواندو، چون تمرین تکواندو هم تنها بود، چند ماهی هم بود که اصلا تمرین نکرده بودم و خیلی بی‌انگیزه بودم، یعنی اصلا نمیتونستم که تنهایی بیام تمرین، اصلا شروع نکرده بودم هنوز تمرینای تکواندومو، کلن خیلی عذاب وجدان داشتم سر این موضوع. کلن اینجوری بودم که مثلا صبح خیلی دیر از تو جام بلند میشدم، یعنی مثلا بیدار میشدم ولی 3-4 ساعت تو رخت خوابم میموندم، بعد از اینکه دوباره بیدار نشدم برم تمرین دوباره حالم بدتر میشد و اصلا دوست نداشتم این کار کنم. همین حین مسابقات دانشجویانم بود که دو به شک بودم برم نرم، ولی خب بعدش تصمیم گرفتم برم، اما خب کار دانشگاهم اوکی نشدش که بتونم نامه اشتغال به تحصیل داشته باشم که بتونم این مسابقه رو شرکت کنم، ولی ته دلم دوست نداشتم شرکت کنم، یعنی دلم نمیخواست، یه حس اینجوری بود که دوست ندارم آقا برم، اینجوری بودم. بعد تصمیم گرفتم که گفتم خب اوکی اصلا دوست نداری نرو، هیچ اشکالی نداره. حالا همین حینم کارای دانشگاهم اوکی نشد، یعنی وقتی که اوکی نشد خوشحال بودم که خب اگه میخواستی بری هم نمیشد. خلاصه اینم حالا ولش کنیم، داشتم راجع به بازی صحبت میکردم. آره، بعد از اون که دیگه تصمیم گرفتم دانشجویان رو نرم، یکم سعی کردم خودم رو جمع جور کنم و تمرینامو جدی تر انجام بدم و تمرین تکواندومو شروع کردم، ولی خب بازم به سختی میومدم تمرین. سعی کردم که اول اصلا یه چیکار کردم، یه کاغذ برداشتم نوشتم که من میخوام این تغییرا رو توی خودم ایجاد کنم و شماره بندی کردم، یه لیست نوشتم برای خودم که دوست دارم دست از تنبلی بردارم، دوست دارم زود از خواب بیدار شم، دوست دارم تمرینای تکواندومو شروع کنم، دوست دارم شجاع باشم. یعنی یه جوری بود که سر تمرینای پارکورم هم خیلی اصلا خودمو باور نداشتم، خیلی میترسیدم از حرکت ها و اینکه اصلا خودمو باور نداشتم، یعنی میدونستم که خیلی توانایی دارم ولی انقدر این انرژی منفی زیاد شده بود دورم، یعنی درون خودم، که نمیذاشت من استفاده کنم از این توانایی. شروع کردم، سعی کردم خودم رو باور کنم، جملات مثبت رو با خودم تکرار میکردم. بعد تصمیم گرفتم که اگه یه روزی هم تمرین میکنم ولی تمرینم بد پیش میره، بقیه روزم رو خراب نکنم و یه جوری وانمود میکردم که انگار که تمرینم خیلی خوب بوده و به خودم میگفتم هیچ اشکالی نداره، تواناییت امروز همین حد بود، در همین حد تونستی و هیچ اشکالی نداره، همینم هم خیلی خوب و عالیه. خلاصه که سعی کردم روحیه‌مو حفظ کنم، سعی کردم نذارم این انرژی منفی‌ها زیاد و زیاد بشه و یه جورایی وقتی که مثلا این انرژی منفی زیاد میشد انگار که مثلا خیلی سخته که از توش دوباره خودتو بکشی بیرون، برای همین سعی کردم بیشتر روی این موضوع کار کنم و تمرینام هم میرفتم، گفتم تو تا هر جایی که تونستی تلاش میکنی، تمرین میکنی، مهم اینه که تسلیم نشی، مهم اینه که قدم برداری، مهم اینه که انجامش بدی، حالا اگه نشد هیچ اشکالی نداره، تو پیش خودت میدونی که جان ازدی اینطوری. بعد خلاصه که اومدم تمرین تکواندومو شروع کردم، انقدر بدنم افت کرده بود و اصلا نفس نداشتم، اصلا نمیتونستم یه دونه فرم هم نمیتونستم بزنم کامل، یعنی بدنم کم میآورد. خلاصه با استاد دهخان شروع کردم تمرینای حوازیمو، یعنی جلسه اول حوازی که رفتم یه دور دویدم کلا دیگه نمیتونستم ادامه بدم، مثلا یه دور
سه دقیقه مثلا بود، اصلا نمیتونستم ادامه بدم در این حد بدنم افت کرده. خلاصه ترمینایشون هم که نگم سخت، خیلی سخت بود دیگه، یعنی هر جلسش واقعا سخت. خلاصه دیگه با هر سختی شده ادامه دادم این ترمینا رو انجام دادم، تکواندوم هم انجام دادم، دیگه شروع کردم فرم ساختم برای ابداییم، آهنگ درست کردم و کم کم همه چیز رو سعی کردم درستش کنم. و هر روز حسم رو می نوشتم، حالا مثلا چند روز یه بار می نوشتم که آقا مثلا این کار رو کردم، امروز از خودم راضی بودم، خودم رو تشویق می کردم و سعی می کردم که روحیم رو حفظ کنم و انگیزم رو حفظ کنم. خیلی سخت بود و ولی خب من تونستم از پسش بر اومدم. امروزم جلسه آخره تمرینم بود که گفتم این ویدیو رو ضبط کنم و همین که برای خودم نگهش دارم، همین که برای شما یوتیوب بذارم و از تجربه‌ام بگم. الان بدنم خیلی خوبه، خودم باور دارم، میخوام برم بهتر کنم، یعنی خیلی انگیزه و روحیم خوبه. فردا میرم تهران ببینیم که چی میشه دیگه. سعی میکنم که همه تلاش خودم بکنم و نتیجه زحمت های خودم و کسایی که کمکم کردن رو بدم. خب من خیلی دیرم شده بچه ها، ولی خب گفتم یه لحظه یه ویدیو بگم، یه ویدیو چند ثانیه ای و بگم که آخرین تمرین پارکورم هم انجام دادم. دویدم، دارم نفس نفس میزنم دیگه. هر کاری بود کردم برای این مسابقه و همه تلاشمو کردم و ایشالا که میتره کنم. خب من برگشتم، الان تقریبا از روز انتخابی 5-6 روزی میگذره، دیگه نشد که ویدیو بگیرم و راجع به انتخابی صحبت کنم. ولی خب انتخابی رو زدیم، حالا چیز خاصی نیست که براتون تعریف کنم، ولی دو نفر اومدیم توی اردو و الانم از تمرین اومدیم، خیلی خستم ولی خب گفتم ویدیو رو براتون بگیرم. امروز تقریبا جلسه 12 تمرینمونه، خیلی پرفشار تمرین شروع شد ولی از پسش برمدم تا اینجا. خب بچه ها یکم هم محوطه رو نشونتون بدم. اینجا که آلوچیقه، کلن اینجا ما الان کرجیم و چی اسمش مجتمع رفاهی میلاد هستیم و اینکه از اونجا این شیبه میریم بالا دیگه، اقامتگاهمون اونجا، خوابگاهمون. خیلی خوبه به نظرم، هم محوطش خوبه هم محیطش خوبه، انرژیش مثبته، کلا آدم حالش اینجا خوبه. دارم سعی میکنم که همه تمرین ها رو عالی انجام بدم، دارم سعی میکنم که بهترین باشم و روحیم رو حفظ کنم، روحیه خوبم رو یعنی حفظ کنم. به ذره سخته دیگه، آدم ذهنش به هم میریزه خیلی جاها، ولی دارم سعی میکنم که مدیریت کنم و مطمئنم که از پسش برمیام. یعنی من اجازه نمیدم که وقتی که یه چیزی رو میخوام، اجازه نمیدم که کسی رویامو مثلا ازم بدزده و با تمام وجودم براش تلاش میکنم. یکی دو روز گذشته و اینکه میخواستم بگم که امروز خیلی از خودم راضی بودم و چهار تا آب چاگینگ یکی از تکنیک های اجباریه تو ابداییمون بود که تونستم امروز یادش بگیرم با یه جلسه و خیلی خوشحالم، از تمرینم خیلی راضی بودم امروز. خب آقا ما یه انتخابی دیگه زدیم، 17 یه انتخابی زدیم چند روز پیش، حدودا مثلا یه هفته پیش. بعد صبح انتخابی که بیدار شدم خیلی حالم بد بود، خیلی دیگه دو سه تا مسکن خوردم، دیگه گفتم مرجون دیگه خودتو جمع کن که این دیگه انتخابی آخره و باید بهتر کنی دیگه. خلاصه که انتخابی خیلی از خودم راضی بودم، خیلی خوب بودم و ترکونم قشنگ انتخابی. بعد دوباره دو نفر اومدیم توی اردو،
الان داریم تمرین میکنیم، حالا دیگه تا به همون بگن که اون یه نفری که اعزام میشه کیه. بعد خلاصه که الان 40 روز به بازیای آسیایی مونده و هم انگاری مثلا تایم داری برای تمرین، هم احساس میکنی که خیلی بهت نزدیکه. ولی خب خدا رو شکر همه چی داره خوب پیش میره. اینجا هستیم با یه دختری که امروز تمرینش خیلی سخت بوده و قراره که بره اصفهان امشب و اینکه به خانواده‌ام نگفتم، میخوام سورپرایزش میکنم. دقیقا 4 روز دیگه اعزامه و 11 روز دیگه مسابقه دارم. از لحاظ روحی که کاملا آمادم، بدنی هم اوکیه، آمادم و همین دیگه. الان اینجوریم که دوست دارم دیگه اعزام شیم دیگه. خب بچه ها، اینا وسایل اعزامه که به همون دادن، بریم با هم ببینیم. تو این قسمت که دوتا دفترچه هست، حوله، نقاب، جوراب، تیشرت، این یه دونه گرم کنه، این یکی گرم کن شلواره که برای فرودگاه می پوشیم، این یکی گرم کنه برای سکوه، اینم دوباره تیشرته و 3 تا لباس آسین بلنده که سفید و توسی و یاسی شده دادن. اینم که کلاه و دمپایی، اینم کفشه. این کوله پشتی هم خیلی خوشگله، ولی فکر کنم چون بزرگه من یه کوله پشتی دیگه ببرم. اینم یه کیف دیگه. اینجا هم یه سری خوراکی گذاشتن، اسکارف. تو این بگم یه سری چیزای بهداشتی مثل شامپو و مرطوب کننده و خمیر دندون و این چیزا گذاشتن. خب امروز، یعنی همین لحظه که دیگه ما داریم میریم فرودگاه و فردا میرسیم اونجا، بریم سوار هواپیما شیم. 8:30 پروازمونه تا شانگهای. خب از شانگهای هم باید 3:30 توی اتوبوس بشینیم تا به هتل برسیم. بچه تیم تکواندو و کشتی داخل دهکده بازی‌ها نیستیم به خاطر اینکه نزدیک سالن مسابقه باشیم، ولی خب اینجا هم خیلی محوطش و با حال درست کردن و جوش خیلی خوبه. خب بریم ببینیم اتاقمون چه شکلیه. اینجا که سرویس بهداشتیه. بعد بچه روی تختمون برای هر کسی این وسایل رو گذاشتن. یه دونه شوزبگه که چقدرم خوشگله. یه سری وسایل دیگه و توی اون کیفه هم فکر کنم وسیله هست. اینم الان بهتون نشون میدم. اول بریم ویو اتاق رو ببینیم. عالیه. چقدرم سرسبزه اینجا. خب بریم ببینیم توی این کیفه چی گذاشتن واسمون. بچه توی این کارتونه این عروسک هست، برای هر کسی هم یه دونه از عروسک ها رو گذاشتن و چون 3 تا عروسک داره دیگه، بعد هر کی هم مثلا یه رشته بهش افتاده، یعنی مثلا این فکر کنم از این رشته های جیمناستیکی هستش که میرخصن. خیلی خوشگله. اینم دستمال گردنیه و یه دونه چتره که روش شکل عروسک بازی هست. آقا ما رفتیم دوش گرفتیم، ترتمیز شدیم، لباسای خوشگلمون رو پوشیدیم و 3 روز دیگه تمرین میکنیم و روز 4 مسابقه است.
خب دو روز دیگه مسابقه است و امروز الان تمرین برمیگردم. این هم از آخرین تمرین من و فردا میریم برای گرفتن طلا. Let's go. یه ذرم ویو اینجا رو نشون بدم. خب بچه ها، من مدال گرفتم و خوشحال ترینم. اینجا هم منتظر نشستیم که بریم مدالمونو بگیریم. بله خیلی خوب بود مجد. پرونده ایشین گیمز بسته شد با مدال برنز. خدا شکرت.